درود بر همه دوستان، در این مجموعه برنامه ها سعی داریم که آموزش توییتر رو به شما یاد بدیم. در برنامه های لایوی که داریم بسیار تاکید شده بر مبحث توییتر، ولی خیلی از یاران بلد نیستن که از این شبکه اجتماعی استفاده کنند. در این برنامه میخواییم ابتدا راه ساختن اکانت توییتر رو به شما آموزش بدیم. برای این کار در اولین قدم وارد سایت twitter.com میشید و صبر میکنید تا کامل باز بشه. خب اینجا به قولی اکانت کاربری من هست، ولی میخواییم یک اکانت جدید بسازیم. احتمالا با یه همچین صفحه روبرو میشید. در موبایل هم داستان به یک صورت دیگر هست که در همین برنامه برای شما توضیح میدم. روی ساین اپ ما کلیک میکنیم. اینجا یک نام برای خودتون انتخاب میکنید و یک تلفن. سعی کنید اگه دوستان داخل کشور هستید اسامی مستعاری انتخاب کنید که به قولی با اسم اصلی شما هیچ تناسخی نداشته باشه و یک اسم مستعار کافی است، چون که ما اولین و مهمترین چیز حفظ هویت مبارزین و یاران داخل کشور هست. پس سعی کنید در اینجا حتما یک نام مستعار انتخاب کنید. نام‌های ایرانی هم انتخاب بشه چه بهتر. مثلا می‌ذاریم آریای 2577 ساله، امسالی که درونش به سر می‌بریم، و شماره تلفنی هم که میخواد احتمالاً برای این هست که یک کد برای شما بفرسته و میتونید اینجا از ایمیل هم استفاده کنید. با زدن روی این گزینه میتونید ایمیل رو هم استفاده کنید، ولی تلفن رو هم که بگذارید اون گیرهایی که توییتر داره معمولاً کمتر میشه. بعد در یک جا میتونید تلفن رو خاموش کنید که اصلا تلفن شما محو بشه. اون رو در آموزش بخش امنیت به شما یاد خواهیم داد. پس یا یک ایمیل بگذارید یا تلفن خودتون رو تو این بخش قرار بدید. خب در این قسمت اگر شما موبایلتون رو قرار دادید احتمالاً یک کد به موبایل شما بیاد، و اگر ایمیل رو قرار دادید میره به مرحله بعد و یک پسورد 6 رقمی از شما میخواد که میتونید پسورد رو قرار بدید و سعی کنید پسورد هایی رو قرار بدید که هم حروف هست هم عدد هست، چون که پسورد های قوی تری هست. و حتما پسوردتون رو روی یک کاغذ و آیدیتون رو روی یک کاغذ بنویسید که دفعه بعد که خواستید لاگین بشید داخل توییتر اون رو فراموش نکنید. خب پس از اینکه ثبت نام شما به پایان رسید، هم در موبایل و هم در کامپیوتر، لپتاپ، تبلت، احتمالاً با یک همچین صحنه روبرو میشید که از شما میپرسه که میخواهید که شماره موبایل هایی که در موبایلتون هست رو تطبیق بدم و ببینم اونها توییتر دارن یا نه. توصیه میکنم این مورد خیلی ضروری نیست و دوستان داخل کشور به خصوص نات ناو بزنن رد بشن. دوستانی که خارج کشور هم علاقه ندارند نات ناو بزنن، ولی اگر هم خواستید ببینید که چه کسی از دوستانتون که شماره موبایلشون رو دارید توییتر دارند، سینک کانتکتس رو بزنن و بتونن مطابقت بدن. چیز ضروری نیست، میتونید نات ناو رو بزنید و ازش عبور کنید. خب حالا میرسیم سر وقت موبایل. شما احتمالاً روی موبایلتون یا اندروید هست یا به قولی آیفون هست. اندروید یک جایی داره به اسم گوگل پلی، روی همه موبایل هاتون هست، همون جایی که میدید ازش نرم افزار میگیرید، و آیفون هم به همین ترتیب.
اپ استور داره. حالا من برای اندروید مثال میزنم، شما میاید گوگل پلیتون رو باز میکنید، من الان رو کامپیوتر باز کردم ولی خب شما روی موبایل باید باز کنید و گزینه توییتر رو سرچ میکنید، اپلیکیشن توییتر دقیقا این شکل هست، گزینه دیگر رو دانلود نکنید، حواستون باشه. و روی نصب یا همون به انگلیسی هر گزینه دیگه داشت میزنید، لمس میکنید و اپلیکیشن رو روی موبایلتون نصب میکنید. یک سوالی که بچه های داخل میکنن، میگن که این توییتر فعال نیست در داخل اپستور یا در داخل گوگل پلی. ما بیشتر این رو بچه های داخل کشور مطرح میکنند. من آخرین ورژن توییتر رو در کانال تلگرامی ملیگرایان مردمگرا قرار دادم، شما از کانال تلگرام ما هم میتونید آخرین ورژن رو که تایید شده خود من هست دانلود کنید و بردارید. همونطور که مشاهده میکنید این کانال تلگرامی ملیگرایان مردمگرا هست، آدرس ما هم MELLIG ملیگ، این رو میتونید سرچ کنید در داخل تلگرام و در داخل همون کانال بنویسید توییتر. آخرین ورژن توییتر رو در این کانال قرار میدیم برای بچه های داخل کشور. خب اگر تا اینجا تونستید پیش بیاید به شما تبریک میگم، شما تونستید اکانت توییتر رو بسازید. اولین چیزی هم که توییتر از شما میپرسه میگه که چه خبر هست، اینجا می نویسه که چه خبر هست، ما هم می نویسیم که امسال سال سقوط جمهوری اسلامی است و روی توییت کلیک می کنیم تا توییت ما ارسال بشه. به همین سادگی این ورژن کامپیوتر هست. شما ورژن به قولی موبایل هم من توضیح میدم در کلیپ بعدی که چگونه کار میکنه و این کلیپ رو دوستان به اشتراک بگذارید، به کسانی که بلد نیستن لااقل اکانت رو بسازن بدهید تا آموزش رو ببینن و به دوستان دیگر هم برسانن. فعلا بدرود میگم تا درود دیگر باشه.